بسیار خب. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند، به یارانی که تازه به ما پیوستند عرض سلام مجدد میکنم، خوش آمد میگم و با اجازتون شروع میکنیم که داستانهای به اصطلاح غزلهای سعدی و مولانا و حافظ رو با هم طبق روال گذشته یه مروری داشته باشیم. اگر خاطر شریفتون باشه، جلسه گذشته ما به خاطر یه مقداری مشکلاتی که به اصطلاح سیستم داشت نتونستیم به قول معروف چیز رو غزلیات سعدی رو بخونیم، ولی حالا این دفعه دیگه انشالله مشکلی دیگه به وجود نمیاد و ما میتونیم که غزلیات سعدی رو شروع بکنیم. من فقط یه لحظه اگه اجازه بدید که وارد این قصه بشم. بله بله خیلی خب. حالا بسیار دوستان، فقط به هم بفهمید که شما این چیزا میبینید دیگه، نه اسکرین شیر منو میبینید درسته؟ بله دوستان زوم یه نفر. بله خیلی خیلی خوبه. بله بله بسیار خیلی من دیگه حالا پس دیگه شروع کنیم بخونم. آقای دکتر، این خلاصه داستان زال و رودابه و اینا روی هست؟ این نیست، نه اون چیز زال و رودابه اینا تو فردوسیه، این ما داریم. نه الان در حال حاضر شما این اسکرین شیر کردید. بله من زال و رودابه. ای بابا من بعد اومیم قشنگه قشنگه چه بودم والا ما اینو نکرده بودیم قصدمون، الان که دیگه رفت درسته؟ بله لیست یه لیستی. ببین ببین استاد علایی وقتی راجع به زال و رودابه صحبت میکنه همینطوری خودش هم اوتوماتیک میاد. شانس الان الان که درست شد درسته الان الان قدرش خوره چل بسیار عالی. خب میفرماید که ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده ایم، سایه سیمرغ همت بر خراب افکنده ایم، گر به طوفان می سپارد یا به ساحل می برد، دل به دریا و سپر بر روی آب افکنده ایم، محتسب گر فاسقان را نهی منکر می کند، گو بیا که از روی مستوری نقاب افکنده ایم، عارف اندر چرخ و صوفی در سماع آورده ایم، شاهد اندر رقص و افیون در شراب افکنده ایم، هیچ کس بی دامنی تر نیست لیکن پیش خلق باز می پوشند و ما بر آفتاب افکنده ایم، سعدیا پرهیزکاران خودپرستی می کنند، ما دهل در گردن و خر در خلاب افکنده ایم، رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس، رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس، گر بر او غالب شویم افراسیاب افکنده ایم. می بینید که چقدر زیبا همه این شاعران بزرگوار ما خداوکیلی یه جورایی وامدار فردوسی هستن، یعنی همشون از فردوسی الهام گرفتن و از داستانهای فردوسی استفاده کردن، از کاراکترهای فردوسی استفاده کردن. اینو شما هم در حافظ میبینید، هم در مولانا میبینید، هم در سعدی بزرگوار میبینید، همشون یه جورایی وامدار فردوسی هستن. خب اما ببینیم سعدی داره چی میگه. میگه ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده ایم. یعنی چی؟ یعنی که ما به اصطلاح دیگه طاعت رو گذاشتیم کنار، ثواب هم گذاشتیم کنار، یعنی از این مسیر روتین به قول معروف زاهدگرایانه استاندارد به اصطلاح ثواب و عقاب اومدیم بیرون، سایه سیمرغ همت بر خراب افکنده ایم. یعنی چی؟ یعنی ما به دنبال سایه سیمرغ هستیم. سیمرغ پرنده افسانه‌ای که در آسمان پرواز می‌کنه و بر روی قله قاف مثلا آشیانه. ما توی وادی سیمرغ می‌خوام وارد بشیم. یعنی بلند پرواز می‌کنه. بعد یه گرب طوفان می‌سپارد یا به ساحل می‌برد، دل به دریا و سپر بر روی آب افکند. سپر بر روی آب افکندن به معنی تسلیم شدنه. مفهومش اینه. ما خودمون رو تسلیم کردیم. به چی؟ به دریا خودمون رو به اصطلاح تسلیم کردیم، دلمون رو زدیم به دریا،
ول کردیم خودمون رو در موج حوادث رها کردیم. حالا میخواد که ما رو به صلاح به طوفان حوادث ما رو ببره، تو گرداب توی دریا غرق بشیم و نابود بشیم، میخواد که ما رو به ساحل نجات برسونه. یعنی چی؟ خودمون رو در اختیار خدا قرار دادیم. محتسب گر فاسقان را نهی منکر میکند، گو بیا که از روی مستوری نقاب افکنده. خب محتسب یعنی پلیس، این پلیس گشت ارشاد. حالا اگه بخوایم به روز امروزمون بقیه رو قضیه رو برگردونیم، دیگه محتسب گر فاسقان را نهی منکر میکند. فاسقان آدم هایی بدکار میشن. نهی منکر کردن یعنی نهی کردن از کار زشت، یعنی در واقع امر به معروف و نهی از اون. پس محتسب کارش اینه که بیاد آدمایی که کار زشت داره انجام میدن اینا رو دستگیر کنه، مثلا فلان کنه یا باز بداره یا فلان کنه. گو بیا که از روی مستوری نقاب افکندیم، بهش بگو بیا سراغ ما، ما نقاب از چهره خودمون برداشتیم، یعنی چهره واقعی خودمون رو دیدیم، تظاهر به چیزی من نمی کنم، من همینی هستم که هستم. حالا اگر بعد منکرم بیا من بگی بردار ببر، اگرم که نیستم که خب دیگه نیستم. یعنی میخواد بگی چی؟ میخواد بگی که ما از من سعدی از ظواهر دنیایی چیکار کردم؟ خودم رو بریدم. برای من مهم نیست که یکی میخواد بیاد من دستگیر کنه یا نکنه، من همینی که هستم خودم رو دارم فاش بیان میکنم. عارفا در چرخ و صوفی در سما آورده ایم، شاهد در رقص و افیون در شراب افکنده. میگه ما در یه حال هوای خاصی داریم پیش میریم، کارمون این به اونجا رسیده که شاهدن در چرخ آوردیم. یعنی چی شاهد؟ یعنی معشوق به قول من. عارف رو به چرخ رو، یعنی عارف رو وادار کردیم به رقص سما کردن، صوفی هم که آوردیم در رقص سما. پس بنابراین ما یه کاری کردیم، من یه کاری کردم که همه اونایی که اهل دلن، اهل عرفان هستن، اهل به اصطلاح ظواهر مذهبی به سر استاندارد نیستن، اینا به چرخ اومدن و به رقص اومدن. بعد میگه شاهدن در رقص و افیون در شراب افکنده. حالا شراب که خودش مستی آوره، افیون هم که داخلش بریزی دیگه حسابی. افیون معمولا به تریاک میگن، افیون به قول واژه فارسی میگن مواد روانگردان، درست اصطلاح میگن داروهای روانگردان. این که خود شراب که روانگردانه، یه جورایی مستی‌آوره، افیون هم که توش می‌ریزه دیگه اصلا پاک طرف های های میشه دیگه. میگه این میگه ما افیون تو شراب ریختیم، شاهدم به رقص آوردیم، عارف و صوفی هم که به اصطلاح رقص سما در بود. هیچ کس بی‌دامنی تر نیست، لیکن پیش خلق باز میپوشند و ما بر آفتاب افکند. میگه ببین همه ما، همه این مردم که میبینی یه دامنه تری دارن، بالاخره همهشون یه کاری کردن، یه خلافی، بالاخره هیچ کدومشون پاک و منزه و سله علا به قول ما میگیم نیستن. اما چیکار میکنن؟ در پیش خلق اینو میپوشانند، چهره واقعی خود را میپوشانند، چهره واقعیشون نمیدن. ولی ما بنده نخه، ما هرچی هستیم گذاشیم رو دایره و بر آفتاب پنگ کردیم، بیا ما همینی که هستیم بیایم ببینیم ما کی هستیم. بعد میگه سعدیا پرهیزکارا خود پرستی میکنند، ما دهل در گردن و خر در خلا افکندیم. خوب دقت کنیم، میگه خطاب به خودش میکنه، میگه سعدی پرهیزکارا خود پرستی. خود پرستی معادل واژه به اصطلاح دینیش میشه عجبه. دقت کنید، کسانی که پرهیزکار هستن وقتی که خیلی از خودشون اطمینان حاصل پیدا میکنن میگن آه ببین ما که وضع اون خوبه دیگه، نمازمونی که میخونیم، روزمونی که میگیریم، خمس و زکاتمون هم که داریم میدیم، حجمون هم که رفتیم، اینجوری هم که کردیم، نمیدونم حالا خیرات و مبررات هم که میکنیم، روزه امام حسین هم که مثلا برگزار میکنیم. خب دیگه یعنی اگه تو این جمعیت یه آدم درست سهی باشه بخواد بری تو بشین، فقط من یکی هم، بقیه کارشون خرابه دیگه، اینا بقیه جهنمی. به محصی که به این مرحله برسی که جلوه بکنه اعمال خودت برای خودت، اون موقع میگن دوچار عجب شدی. اتفاقا میگن خدا آدم هایی که دوچار عجب میشن بیشتر چیزشون میکنه، تنبیهشون میکنه و بیشتر
مثلا توبیخ میشن تو اون دنیا. چون بدترین کار اینه که شما فکر کنی که مثلا بنده برگزیده خدا هستی و فکر کنی که دیگران جایگاهی در پیش خداوند ندارن و تو جایگاه فقط داری. این بدترین تفکریه که میتونه یه نفر داشته باشه. بنابراین بسیار منع شده که مراقب باشید دچار اوج نشید. خب رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس، گر بر او غالب شویم افراسیاب افکنده. دقت میکنید میگه جنگیدن با به قول معروف دیو نفس این ساده نیست. یا رستم میخواد که بتونی با دیو نفس بجنگی. گفت مولانا اینو گفته، گفت ای شهان کشتی ما خصم برون، ما خصمی زوبتر در اندرون. میگه دشمن بزرگتر توی درون ماست. این دشمنهای بیرونی دشمنهای کوچیکی هست، اینا میشه باشون جنگ کرد. که مولانا در اون داستان شیر و خرگوش میگه، میگه که ببین اون داستان شیر و خرگوش که میگه خیلی مفصل، خیلی هم جالب هم هست. آخرش میگه که اون شیره بالاخره گول خرگوش رو خورد و افتاد تو چاه و مرد. اما یادتون باشه یه دشمنی وجود داره، یه شیری وجود داره در درون شماست و اون شیر نفس شماست. این دیگه به این سادگی ها گول خرگوش رو نمیخوره ها، حواستون جمع بشه، دشمن خطرناکه. دقیق که خیلی جالبه آخر داستان شیر و خرگوش اینو اشاره کنه. خب بنابراین اینجا هم وام گرفته از جنگ بین رستم و افراسیاب که استاد علایی بزرگوار راجع به داستان افراسیاب و رستم برامون صحبت کردن. اینجا اشاره میکنه که اگر تو بتوانی با دیو نفس بجنگی، مانند رستمی هستی که افراسیاب رو شکست. یادتون باشه در داستان رستم و افراسیاب، رستم وقتی که رفت پیش پدرش بعد دیگه 80 تیر خدنگ بهش خورده بود و رفت پیش پدرش گفتش که من دیگه از جون خودم ناامیدم، من دیگه میدونم که نمیتونم دیگه، اصلا گفت من دیگه نمیتونم برم با افراسیاب بجنگم، من میمیرم و هیچ راهی نداره. یعنی حتی حاضر شد که فرار بکنه که باباش بهش گفت نه، حالا صبر کن که من با سیمرغ رو صدا کنم. و بعد که اون داستان پر سیمرغ رو آتیش زد و به اصطلاح این اومد، وقت اونجا به راهنمایی به اصطلاح سیمرغ گفت برو اون تیر دو شاخه رو از اون گز گهر ببر رو بعدم یه عملیاتی روش انجام بده، اونم توی سرکه بذاره، توی فلان کنه، یه کارایی کرد و بعدم گفت بزن این بعد دو شاخه باشه بدن توی چشمای افراسیاب. که خیلی داستان جذابیه واقعا این داستان رستم افراسیاب، و 1,000,000 تا انصافا نکته های زیبای اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داره. حالا چون اشاره شد تو این قبل از این جلسه، من نگاه کردم 12 مرحله افراسیاب رو باز می‌دارن از اینکه با رستم بجنگه. 12 مرحله، 4 مرحله فقط خود رستم ازش التماس می‌کنه بگه با من نجنگ و این به اصطلاح عاقبت خیری نخواهد داشت. همون مادرش کتایون دوبار باهاش صحبت می‌کنه و بسیاری کسان دیگه، برادرش به اصطلاح همیشه. بگذاریم. خب کار افتاد، بریم سر به اصطلاح غزل بعد. غزل بعدی میگه که بعد میگه ساقیا مرگود کار نکردن، ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم، با خرابات آشناییم از خرد بیگانه ایم، خیشتن سوزیم و جان بر سر نهاده شموار، هر کجا در مجلسی شمعیست ما پروانه ایم، اهل دانش را در این گفتار با ما کار نیست، عاقلان را کی زیان دارد که ما دیوانه ایم، گرچه قومی را صلاح و نیک نامی ظاهر است، ما به قلاشی و رندی در جهان افسانه ایم، اندر این راه هر بدانی هر دو بر یک جاده ایم، و اندر این کوی هر ببینی هر دو از یک خانه ایم، خلق میگویند جاه و فضل در فرزانگی است، گو مباش اینها که ما رندان نافرزانه ایم، ای به توست ار چشم گوهر بین نداری، ورنه ما
هر یک اندر بحر معنی گوهر یک دانه ایم، از بیابان عدم دی آمده فردا شده، کمتر از عیشیه امشب کندرین کاشانه ایم. سعدیا گر باده صافیت باید بازگو، ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم. ببینید یکی از اون به قول معروف از اون غزلیات عرفانی انصافا سعدی بسیارم زیباست. خب میگه سعدیا میده که ما دردی کش میخانه ایم. اگه دقت کنید این نیم بیت اول غزل، ببینید اینجا سعدیا میده که ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم، با آخرین به اصطلاح چیز غزل با هم یکیه. اینجا هم میگه ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم. آغاز و پایان غزل و هر دو نیم بیتاشون با هم یکسانه. میگه ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم. خطاب به ساقی میگه. ساقی کیه؟ ساقی اون به اصطلاح کسی است که مشروب رو سرو میکنه به قول معروف. میگه که به ما شراب بده. برای چی؟ برای اینکه ما دردی کش میخانه هستیم. ما آدمای فقیری هستیم که اون شراب نامطلوب لرددار میخانه رو میخوریم. ما به ما برسه یه جام شرابی. این شراب برای شراب معرفته، نه شراب معمولی. با خرابات آشنایی از خرد بیگانه. خرابات هم در فردوسی، هم در مزرعه، هم در سعدی و هم در حافظ معمولا به خانقاه و اون محلی که پیر مراد در اونجا هست و به اصطلاح سالکان را هدایت میکنه به اون میگوین. میگه که ما با اون خرابات آشنا هستیم و از خرد هم بیگانه است. از انسان‌هایی که در مسیر عشق حرکت میکنن معمولاً از کانال عقل به اونجا نمیرسن، از کانال عشق به اونجا میرسن. پس مره خیشتن سوزی و جان بر سر نهاده شمع، هر کجا در مجلسی شمعیست ما پروانه ایم. این خیلی زیبا اون مسیر سیر و سلوک رو داره بحث میکنه. میگه که خیشتن سوزی و جان بر سر نهاده شمع، ما خودمون رو میسوزونیم و مثل شمع آب میشیم. شعله عشق ما رو چکار میکنه؟ داره آب میکنه، میسوزیم و بین میریم. هر کجا در مجلسی شمعیست ما پروانه ایم. هر مجلسی که یه شمعی در اونجا هست ما مثل پروانه دورش میگردیم. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که پیری، بزرگی، لیدری، راهبری، آگاهی، عارفی هست ما مثل پروانه به دنبال او میچرخیم و میریم. این رو خیلی زیبا مولانا در داستان ابوسعید ابوالخیر بیان میکنه که این میرفت و در شهرهای مختلف میگشت که هر جا بتونه یه پیری رو پیدا کنه و بره از حضورش استفاده کنه. و حالا داستانهای خیلی مفصل میده. میگه اهل دانش را در این گفتار با ما کار نیست، عاقلان را کی زیان دارد که با دیوانه ایم. دقت کردید؟ میگه اهل دانش به صلاح در این گفتار با ما کاری ندارن. یعنی در وادی عشق اهل دانش و اونا که اهل عقل هستن، اهل دانش هستن، با ما سنخیتی ندارن. ما با اونا صحبتی نداریم. ما دیوونه ایم، اونا عاقل هم. حالا دیوونگی ما چه تأثیری به حال اونا داره؟ برای اونا با ما کاری ندارن. اونا تو مسیر خودشون، ما هم تو مسیر خودمون حرکت میکنیم. عاقلان مسیر خودشون، ما مسیر خودمون. گرچه قومی را صلاح و نیک نامی ظاهر است، ما به قلاشه و رندی در جهان افسانه. خیلی جالب دیگه. میگه که یه عده‌ای دنبال نیکنامی هن. آقای دکتر، آقای پروفسور، آقای نمیدونم وکیل، وزیر، چیه، دنبال اینه. این براشون جلوه داره و زیباست. خیلی خوب، خوش به حالشون. اما ما چی؟ ما به قلاشی و رندی در جهان افسانه. ما معروفیم به رندی و قلاشی و تبهکاری و این صحبت ها، دیوانگی و به چی حالش نمیشه. و یادتون باشه خیلی جالبه، در قرآن کریم چند جا اشاره شده که به پیغمبر گفتن دیوونه، مجنون. به صراحت ها من یکات الذین کفروا یزدرون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. تا بهش کردی؟ میگن که
حرفای تو میزنی اینا میگه این دیوونه است، ولی او مجنون نیست. آی مردم بدانید که این آدمی که داره با شما استام این مجنون نیست، این دیوونه نیست. با معیارای شما به نظر دیوونه اید دیوونه میاد، ولی این فقط داره سخنان خداوند رو برای شما تکرار میکنه، این مجنون نیست. حتی به پیغمبر هم گفتن مجنون. خیلی جالبه. بعد میگه که اندر این راه ار بدانی، هر دو بر یک جاده، وندر این کوگر ببینی، هر دو از یک خانه. خب حالا یه نکته جالبی اینجا وجود داره، میگه اندر این راه ار بدانی، هر دو بر یک جاده، وندر این کوگر ببینی، هر دو از یک خانه. کیا رو داره میگه؟ اهل دانش و عقل رو داره میگه و اهل عشق رو میگه. میگه یه دی از راه عقل و دانش میخوان به خدا برسن، یه دی ما از مسیر عشق. مولانا میگه که اتفاقا زاهدان و عاقلان هم ممکنه به خدا برسن، ولی مانند آدمایی هستن که دارن پیاده راه میرن، لنگ لنگون خودشون رو به یه جایی برسن، حالا 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال برسن، به یه اثباتی برسن، خدا رو درک کنن. اما عاشق بر بال، عارف بر بال عشق به سوی خداوند پرواز میکنه، خیلی سریع این مسیر رو طی میکنه و به اونجایی که بعد برسه میرسه. داشت که میگه اونا هم عاقل هم، اونا هم بد نیست، اونا هم خوبه، از راه علم و عقل میخوان به یه چیزی برسن، اشکالی هم نداره، ولی مسیرشون سخت، طولانی و مثلا لنگ لنگونه دیگه. ولی عارفان بر بال عشق حرکت. میگه خلق میگویند جاه و فضل در فرزانگی است، گومه باشین ما که ما رندان نافرزانه ایم. همه قشنگ هم مشخص هم میکنه، میگه که ببین مردم میگن که جاه و فضل در فرزانگی، فرزانگی یعنی آزادگی، یعنی عالم بودن و دانشمند، اینجا به معنی اونجوریه. میگه که بله مردم غالبا از دیدگاه خودشون میگن که فرزانگان دانشمندان خیلی جایگاه دارن، خیلی مهمن و فلان. اما ما میگیم نه، ما رندیم، فرزانم نیستیم، یعنی همون عاشق هستیم. توجه کردیم؟ پس برمید. بعد میگه که ای به توست ار چشم گوهر بین نداری، ورنه ما هر یکن در بحر معنی گوهر یک دانیم. همین این نمیدید این بیت جواب بیت قبلی رو داره. میگه مردم ظاهر بیدن، میگن آقا اونی که استاد پروفسوره، نمیدونم دانشمنده، تو ناسا کار میکنه، توی هاروارد تحقیقات میکنه، چه اون خیلی خوبه، این مثلا ارزش اوناست. ولی میگه که اشکال اینه که اونایی که این حرفا رو میزنن چشم گوهربین ندارن، جنس شناس نیستن، دقت کردی چه عرض میکنم؟ بصیرت ندارن که گوهر وجودی آدم ها رو تشخیص دادن، ظاهر رو قضاوت میکنن. میگه که اگر اینجوری بود میفهمیدن که مایی که عاشقیم، ماها گوهرهای یک دانه هستیم، در این جهان هستیم، عاشقان سالکان واقعی گوهرهای هستیم، اونا هستن. که من میگه از بیابان عدم دی آمده فردا شده، کمتر از عیشی یکم شب کندر این کاشانه. میگه ببین ما از بیابان عدم اومدیم، از نیستی اومد، نبودیم دیگه، دیروز به دنیا اومدیم از نیستی، فردا هم بی زحمت رخت مثلا رحیل میبندیم و بعد از این دنیا بریم. پس بنابراین یک دوره کوتاهی در این زندگی مادیمون داریم زندگی. خوبه که قدر این دوره رو بدونیم و با عشق زندگی کنیم. تجگر اینه میگه. بعد میگه سعدیا گر باده صافیت باید بازگو، ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم. دو مرتبه برمیگرده به اون نیبیت اول، میگه که سعدی باده صافی میخوای حرف بزن، یعنی چی؟ یعنی سخنانه یا بخواه بگو که میخواد. میگه که سعدی اگر تو باده صافی میخوای، باده صافی همون باده به صلاح شراب عشق زلاله دیگه، میگه اگه اینو میخوای درخواستتو بده، چجوری بده؟ بگو که ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم، از او بخواه که به تو به صلاح شراب معرفت رو بنوشاند، که در به صلاح در زمره اون حرفا
قرار به حرفای انسان‌های عاشق و فلان ایسا قرار بگیر. خب میایم سراغ این. بگه غزل شماره 47، یه خرما نتوان خوردن از این خار که کشتیم، دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتیم، بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، ما کشته نفسیم و بس وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم، دنیا که در اون مرد خدا گل نسرشته است، نامرد که مایی چرا دل بسرشتیم. ببینید چه حرفی میزنید، چه عزیبا. ایشان چون ملخ در پس زانوی ریاضت، ما مور میان بسته دمان برده را دشتیم. ای داره برات، پیری جوانی پی هم چون شب و روزن، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم، با ماندگی اندر پس دیوار طبیعت، حیف است دریغا که در سول بهشتیم، چون مرغ بر این کنگره تا کی بتوان خواند، یک روز نگه کن که بر این کنگره خشتیم. یادتون میاد دو هفته پیش میگفتش که اونی که صاحب باغه، یهو نگاه میکنیم میبینیم که خودش شده خشت دیوار همون باغه. اونی که صاحب این باغه یه روزی یهو میبینی که خودش بی زحمت شده خشت دیوار همون باغ، میمیری خاک میشی و اون خاک تبدیل به اون خشت میشه. خیلی جالبه. چون مرغ بر این کنگره تا کی بتوان خواند، یک روز نگه کن که بر این کنگره خشتیم، ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که ز مشاط نرنجیم که زشتیم. وای وای. باشد که عنایت برسد، ورنه مپندار با این عمل دوزخیان کهل بهشتی. دیگه مگر خدا بهت رحم کنه، مگر نه اینجوری که مثل جهنمی یا عمل میکنی نمیتونی ادعا کنی که اهل بهشت میشی. سعدی، مگر از خرمن اقبال بزرگان، یک خوشه ببخشند که ما تخ نکشتیم. ببینید منش خیلی واضحه، انصافا انقدر واضحه و زیبا و فصیحه، احتیاج اصلا به ترجمه نداره و تفسیر نمیکنه. حالا دیگه همینطوری سریع یه چند تا نکته که حالا بزنم سریع بخونم. یه خرما نتوان خوردن از این خواب که کشتیم، دیوان نتوان کردن از این پشم که رشتیم. ما خار کاشتیم انتظار خرما نمیتونیم داشته باشیم، پشم رشتیم انتظار دیوان نمیتونیم داشته باشیم. خب بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. ما انقدر گناه کردیم هیچ خط عذری هم روش نکشیدیم، یعنی توبه هم تازه بی زحمت نکردیم. حالا یکی ممکنه توبه کنه، ما توبه هم که ظاهرا نکردیم. پهلوی کبائر یعنی گناهان کبیره، خط حسنی هم ننوشتیم، یعنی کار ثوابی هم انجام ندادیم. ما کشته نفسیم و بس وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. میگه ما خودمون کشته نفس خودمون هستیم. یعنی چی؟ یعنی نفسمون بر ما غالبه، بر اساس خواسته های نفسمون عمل کردیم. اینو خداوند در قرآن میفرماید، میگه ای پیامبر تو نگاه کرده این آدم هایی که هوای نفس خودشون رو خدای خودشون قرار دادن، تو وکیل اینا نیستی یا قصه نخوری که چرا اینا دارن جهنمی میشن، تو نگران نباشی یا تو اگر اینا رو هزار بارم نصیحت بکنی به گوششون فرو نمیره، براشون طلب به سر مغفرت هم بکنی اجابت نمیشه، اینا کارشون تمامه. اینو میگه، میگه ما کشته نفسیم و بس وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشیم. روز قیامت به صلاح آوخ میگوی، یعنی حسرت میگوی که چرا نفسمون رو نکشیم در دنیایی که زندگی میکردیم. بعد میگه که افسوس بر این عمر گران ما بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. میگه ما از سر تقصیر و خطای دیگران نسبت به ما در نگذشتیم و عمر ما هم گذشت، حالا انتظار داریم خدا به ما رحم کنه. خدا وقتی به تو رحم کنه تو هم به دیگران رحم میکنی. توجه کردی؟ تو بخشندگی داری، خدا هم نسبت به تو بخشنده میشه، وگرنه که
بعد میگه این خیلی جالب، میگه دنیا و ترو مرد خدا و دل نسرشته است، نامرد که ما این چرا دل بسرشتیم. خیلی قشنگه، میگه مردان خدا، مردان خدا تو این دنیا گلم به هم نزدن، نسرشتن، به قول معروف گل که خیلی هم بی‌ارزشه به هم نسرشتن. ما خیلی نامردیم که دلمون رو سرشتیم با این دنیا، دلمون در گرو این دنیا قرار دادیم. خیلی جالب دیگه، ایشان چون ملخ در پس زانو ریاضت، ما مور میان بسته دوام بر در رو دشتیم. اونها مردان خدا زانو ریاضت مثل ملخ بر زمین زدن و عبادت میکنن و به اصطلاح خودشون رو متعالی روح میدن، ما مثل مورچه همیتا این ورنبه داریم میدویم. دیدید این مورچه مرتب در حال دویدنه که یه چیزی گیر بیاره مثلا ورده ببره. ما اینجوری هستیم، پیری و جوانی پی همچون شب و روزن، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. یا که پیری و جوانی ما این روزگاره دیگه، مولانا میگه که عمر ما با دو اسب سیاه و سفید، عرابه عمر ما با دو اسب سیاه و سفید به سرعت به سوی مرگ حرکت میکنه. یه جای دیگه میگه با هر نفسی که میکشیم یک گام به سوی مرگ داریم نزدیکتر میشیم. حواسمون نیست، یه دفعه به خودمون میاد میبینیم که همه چی گذشته، دیر شد، هیچ کاری دیگه نمیشه. یکی با ماندگی اندر پس دیوار طبیعت، حیف است دریغا که در سر بهشتی. یکی حیفه که ما در پشت دیوار طبیعت بمونیم و حیفه که از اون حیفتر این که ما در سر رو بستیم. ای کاش در سر رو باز میکردیم و مثلا با دوستی و محبت در این طبیعت با هم دیگه زندگی میکرد. چون مرغ بر این کنگره تا اوکی به توان خواند، یک روز نگه کن که بر این کنگره خشتیم. این مکمل اون داستان قبلی که گفت اونه که صاحب باغه یه روزی به خودش میاد که پیکرش شده آجر دیوار همین باغه که توش داره زندگی. این دنیاست دیگه، این باغه همین دنیاست. وقتی دیگه که ما مثل مرغ داریم آواز میکنیم بر کنگره این جهان هستی، یه روزی به صلاح به خودمون میایم که میبینیم که روی همین کنگره خشت همین کنگره شدیم. خب ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نپناهیم و نپشتیم. گه تو اگر امروز تو این دنیا پشت و پناهی هیچ کس نیستی، خب اون روز قیامت هم کسی پشت پناهی تو نیست دیگه. همین میگه ما را عجب ار پشت پناهی بود، عجیبه که کسی از ما پشت پناه ما را داشته باشه روز قیامت، در حالی که ما توی دنیا پشت پناه هیچ کس نبودیم، هیچ کس حمایت نکردیم، هیچ کس محبت نکردیم، هیچ کس ساپورت نکردیم، ولو به یک لبخند، ولو به یک راهنمایی، ولو به یک دستگیری کوچک، ولو به یه دلداری، حالا هیچ کار نکنی، حداقل وسط و غم و غصه طرفو گوش کن، بهش دلداری بده. نمی‌کنیم، خیلی‌ها نمی‌کنن متأسفانه. البته خدا ان شاءالله که بین ما نیست. بعد میگه که گر خواجه شفاعت نکنه روز قیامت، شاید که زمن شاته نرنجی که زشتی. دقت کردی؟ خواجه منظورش حضرت پیامبره، پیامبر اسلام. میگن که و روز قیامت که میشه پیامبر با نگرانی میاد و میگه امتمو نجات میخوام بدم. میدونی با نگرانی میاد که حال امت خودش رو به صلاح رسیدگی کنه. میگه که گر خواجه شفاعت نکنه روز قیامت، شاید که زمشاته نرنجیم که زشتیم. بله ما وقتی که به صلاح زشت باشیم نمیتونیم از مشاته یعنی آرایشگر ناراحت باشیم بگیم چرا ما زیبا نشدیم، یعنی که ذاتمون زشت بوده، قابل زیبایی کردن نیست. حالا اون مشاته کنایه از پیامبره، این داستان کنایه از روز قیامته و اون شفاعتی که حضرت پیامبر از امت خودش میخواد بکنه و امت خودشو نجات بده. بگه که سعدی باشد که بله دیگه باشد که عنایت برسد
ورنه مپندار با این عمل دوزخیان کهل بهشتی، باشد که عنایت برسد. امیدواریم که خداوند با فضل خودش با ما برخورد بکنه، وگرنه با این عمل دوزخی که ما داریم تو این دنیا نمیتونیم ادعای اهل بهش بودن بکنیم. به هم دیگه شما تو قنوت میگه الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک یا کریم و یا رحیم. خدا یا با فضل خودت با ما عمل کن، با عدل خودت با ما عمل نکن، چون اگه با عدل خودش با ما عمل کنه بیچاره، با عدل اگه بخواد با ما عمل کنه بیچاره، چون ما کفه کارهای سنگین متاسفانه منفیمون بسیار سنگین تر از بسیار کفه اعمال مثبت بوده، با توجه به نعمتهایی که خداوند به ما ارزانی داشته. بنابراین از خداوند همیشه میخواییم که با فضل و رحمتت با ما برخورد کن، نه با بسیار عدالتت. خب بعد میگه سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما تخ نکشتیم. میگه ما که عملی نداریم، بزرگان مگر که در پناه بزرگان به اصطلاح به ما یک فضلی و به اصطلاح یه آوانسی به ما بدن، وگرنه خودمون که تخم چیزی نکاشتیم، تخم باروری که حاصلش به اصطلاح رسیدن به بهشت و رحمت الهی باشه نداریم، مگر اینکه بزرگان ما رو به قول معروف کمک کنن. میگه این خیلی ساده است، میگه خداوندی چنین بخشنده داری که با چندین گناه امیدواری، که بکشاید دری کیزد ببندد، بیا تا هم بدین درگه بزانیم. خدایا گر بخوانی ور برانی، جز انعامت دری دیگر نداری. سرافرازی مگر بر بنده بخشی، وگرنه از گناه سر بر نیاری. زمشتی خاک ما را آفریدی، چگونه شکر این نعمت گذاری؟ تو بخشیدی روان و عقل و ایمان، وگرنه ما همان مشتی قباریم. خیلی خیلی جالبه، تو به ما آبرو دادی و به سلام ارزش های وجودی رو در وجود ما گفت، وگرنه ما همون خاک است. میگه تو با ما روز شب در خلوت و ما شب و روزی به غفلت میگذاریم. تو روز شب با ما ایم، ما در غفلتیم و به اصطلاح تو رو نمیبینیم، در حالی که اگر نگاه کنیم در همه جا تو حضور داری و با ما در به اصطلاح در خدمتت هستیم. نگویم خدمت آوردیم و طاعت، که از تقصیر خدمت شرمساریم. مباد آن روز که از درگاه لطفت به دست ناامیدی سر بخاریم. خداوندا به لطفت با صلاح ها که مسکین و پریشان روزگاریم، ز درویشان کوی انگار ما را گر از خاصان حضرت برکاریم. ندانم دیدنش را خوش‌صفت چیست، جز این را که از سماعش بیقراریم. چقدر قشنگه. شرابی در ازل در داد ما را، هنوز از تاب آن می در خماریم. یک جام شراب، حافظم همینه میگه دیگه، حافظم میگه در روز ازل ما یه جام شرابی من خوردم، غروب روز قیامت از اون شراب چیز میشم، به قول ما به هوش میام. بعد میگه که شرابی در ازل در داد ما را، هنوز از تاب آن می در خماریم. چو عقل اندر نمی گنجید سعدی، بیا تا سر به شیدائی برای. این شعرش خیلی دیگه راحت و آسون بود. حالا اگه من امشب فرصت کنم یه دعا هم از ببینید، همش دعاست دیگه، همش در حال دعا، من یه دعای قشنگی هم از مولانا براتون میخونم. حالا اون موقعی که از مولانا میخوام شعر بخونم، اون دعا هم از اون خیلی قشنگه، در همین محتوا است، منتها اون دیگه زبان مولانایی، این زبان سعدی، زبان سعدی به زبان ما نزدیکه، مثل ما حرف میزنه. مولانا تو یه فراز دیگه ای اساسا دعا میکنه، اون دیدنی، حالا اونم براتون بدن میخونم. دیگه که میخوام تا غزل شماره 50 بخونم امشب، چون یه خود به سعدی بده کاریم، جلسه گذشته از سعدی نتونستم بخونم، به خود به سعدی بده کاریم. میگه تو پس پرده و ما خون جگر میبیزیم، به
که گر پرده برافتد که چه شورانگیز. خیلی قشنگه. ببینید یه بار دیگه. تو پس پرده و ما خون جگر می‌ریزیم. وه که گر پرده برافتد که چه شورانگیزیم. می‌دونید؟ تازه پشت پرده ما داریم خون جگر می‌خوریم. اگر پرده جلوه زیبای تو باز بشه ببین دیگه چه کار خواهیم کرد. بوقا می‌کنیم. دیگران را غم جان دارد و ما جامداران که بفرمایی تا از سر جان برخیزی. ببینید بگه دیگران را غم جان دارد و ما جامه. دیگران نگران جونشونن، مردم جونشون رو حفظ میکنن، درسته؟ ما جامه دران هستیم، در این لباسمون رو جر میدیم که بفرمایی تا از سر جان برخیزیم. برای چی داریم لباسمون رو پاره میکنیم؟ که به ما دستور بدی که خودمون رو فدا کنیم. داریم جامه دری میکنیم که تو فدا... ما خودمون رو فدا کنیم. مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما به تمنای تو در حسرت رستاخیزیم. قد میکنی؟ دیگه مردم دنبال اینا که از فتنه خودشون رو دور کنند، دنبال درد سر نمیگردن، خیلی آرزو ندارن از هم روز قیامت اتفاق بیفته، نگرانن، میترسن، ولی ما تمنا داریم میکنیم و حسرت میکشیم که رستاخیز بشه این دنیا، کن فیکن بشه. برای چی؟ نه اینکه دنیا بده، نه، برای که این میگه من میخوام به تو برسم، چون امیدشی که به حضور خداوند برسه. بعد میگه که دل دیوانه سفر کرده و جان بر کف دست، ظاهران است که از تیر بلا نگریزیم. خیلی واضحه دیگه، دل دیوانه رو سفر کردیم، جون رو میکنم به دستمون، به این معناست که از تیر بلا نمیترسیم دیگه. وقتی کسی جونش گرفته که به دستش، یعنی این که آماده هر نوع فداکاری هستش. بعد میگه که باغ فردوس میارا که ما رندان را سر آن نیست که در دامن حور آویزیم. این از اون فرازهای فوق‌العاده زیبای به اصطلاح سعدیه. میگه ببین، خطاب به خداوند دیگه، میگه ببین آرایش بهش واسه ما نکنی ها. ما دنبال این نیستیم بیایم تو بهشتا، ما دنبال این نیستیم که دنبال حوری های بهشتی که حالا توی قرآن و جای دیگه وصف بشه، ما دنبال اون نیستیم، ما خودتو میخواییم، دنبال این حرفا نیستیم. و البته خداوند در قرآن هم میفرماید که بعضی ها رو، بعضی ها میرن بهش، ولی بعضی ها رو من میدونم که باهاشون چه کار میخوام بکنم. دقت کردی؟ بعضی ها که والاتر از این مسائل هستن، میگه خودم میدونم باشون چی کار میخوام بکنم. خیلی جالبه در قرآن به این قضیه اشاره شد. میگه که ور به زندان عقوبت بری از دیده شوق، ای بسا آب که بر آتش دوزخ ریزی. دقت کنید، ور به زندان عقوبت بری از دیده شوق، ای بسا آب که بر آتش دوزخ ریزی. ایاتون باشه اینو چیز، این رو حافظم اشاره میکنه، میگه که اگر منو ببری توی دوزخ انقدر گریه میکنم که دوزخ آتیشش خاموش بشه. خیلی جالب. حالا اینم همون حرف رو داره میزنه، میگه که ور به زندان عقوبت بری، اگر حتی منو ببری به زندان، منظورش جهنم دیگه، از دیده شوق، از شوق دیداره تو انقدر گریه میکنم که آتش دوزخ رو خاموش کنم. بعد میگه رنگ زیبایی و زشتی به حقیقت در غیب چون تو آمیخته ای با تو چه رنگ آمیزیم. میگه رنگ زیبایی و زشتی رو به اصطلاح تو طراحی میکنی، پس برای همه رنگ ها پیش توه، برای ما نمیتوانیم با تو نیرنگ و رنگ بکنیم. یعنی چی؟ یعنی همه حقایق جهان هستی و حقیقت وجودی و قلب ما رو تو برات مثل روز روشنه. ما نمیتونیم بگیم آقا ما این کار نکردیم یا این کار کردیم، ما رو مثلا فلا، ما نبودیم فلا. دیگه ما رنگی با تو نمیتونیم باشه باشیم، همه چیز ما برای تو واضحه. سعدیا، قوت بازوی عمل هست، ولی تا به جایی که تا به جایی نه که با حکم ازل بستیزی. اینجا اون تفکر در واقع جبری رو به نوعی چیکار میکنه؟ اشاره میکنه سعدی، چون سعدی از به اصطلاح چیز دیگه اشاعره است. میگه که
من قوت بازی عمل دارم تا یه حدی، اختیارات ما داریم در این جهان هستی، میتونیم یه کارهایی انجام بدیم با اختیار خودمون، اما با حکم ازل دیگه نمیتونیم مقابله بکنیم. این خیلی نکته جالبیه. مولانا میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است. ایستنم یه جایی نمیگه، میگه این که من میگی من این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، خب پس یعنی اختیار داری دیگه، این که این کارو بکنم اون کار تصمیم میتونی بگیری. یه جایی دیگه میگه که یه وقتی که تو یه کاری انجام میدی از انجام اون کار شرمگین میشی، ناراحت میشی، خجالت میکشی، غصه میخوری، خب این نشون میده که بس اختیار داری دیگه. اگر مثلا همه چی جبری بود دیگه تو نیازی، انسان نیازی نداره شرمگین بشه از انجام یه کاری. دقت کردی چه عرض میکنم؟ آقا خدا خواسته اینطوری بشه شده دیگه، به من چه مربوطه؟ شرمگینی نداره دیگه. ولی شما یه کاری میکنی بعد پشیمون میشی، میگه عجب کار بدی کردم، بعد میری توبه میکنی، بعد میری استغاثه میکنی، بعد میری از دل طرف مثلا میخوای در بیاری یه جورایی. پس معنی معلومه که اختیار داری. بنابراین ما یه چیزی بین جبر و اختیار قرار گرفتیم در این جهان هست. خب میریم سر آخرین غزل جناب سعدی بزرگوار و بعد خدمت دوستان خواهم رسید. دیگه برخیز تا به عهد امانت وفا کنی، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنی. میبینید خیلی واضح و زیبا و فصیح، به نظر من اصلا احتیاج به معنی هم نداره. برخیز تا به عهد امانت وفا کنی، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنی. اولا عهد امانت چیه؟ این در قرآن کریم هست که اون امانتی که به کوه و زمین و نم کجا و آسمان واگذار کردن، اونها نپذیرفتن و انسان پذیرفت، اون به اصطلاح امانت خلیفت اللهی است بر روی در این جهان هستی. چرا؟ چون خداوند میفرماید که ما انسان رو بر به اصطلاح ایمیج خودمون ساختیم. در انجیل اینو میاد، میگه خداوند انسان رو بر ایمیج خود ساخت، یعنی بر مبانی الهی ساخته. در قرآن میگه ما از روح خود در او دمیدیم، در واقع هم اختیار داره، قدرت داره، همه هم در مقابلش سجده کردن، اشرف مخلوقات، خیلی وظیفه سنگین داره، درست مثل نماینده خدا در دنیاست دیگه، نماینده خدا در دنیا که بعد همون کارهای خدایی رو انجام بده. میگه که برخیز تا به عهد امانت وفا کنی، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنی. هر کار بدی که کردیم با خدمت کردن جبرانش میکنیم. بیمغز بود سر که نهادیم پیش خلق، دیگر فروتنی به در کبریا کنیم. خیلی اشتباه کردیم که جلوی مردم سر تعظیم فرود آوردیم، حالا وقتش که در مقابل خود خداوند سر تعظیم فرود بیایید. دارالفنا کرای مرمت نمی کند، بشتاب تا امارت دارالبقا کنی. این دنیای فانی به سر ارزش مرمت کردن نداره، بازسازی نداره، بیا بریم دنیای عاقبت خودمون بسازیم، خانه آخرتمون رو درست کنیم. دارالشفای توبه نبسته است در هنوز، تا درد معصیت به تدارک دوا کنند. یکی از مثلا راه های چیز درمان تقصیرهامون اینه که توبه کنیم دیگه. میگه این مثل داروخانه ایست که درد مثلا گناه رو بر ما جبران میکنه، دوای درد گناه رو باز توبه کردن، توبه کنیم خداوند میبخشه. روی از خدای به هر چه کنی شرک خالص است، روی از خدا به هر چه کنی شرک خالص است، توحید محض که از همه رو در خدا کنی. میگه اگر از خدا به هر چیز دیگه روی بچرخونی شرکه. بهترین کار اینه که محض توحید اینه که از همه چیز روی بگردید به سوی خدا. پس از خدا به هر چیز دیگه شرک، از هر چیز دیگه به سوی خدا میشه توحید. بعد میگه که پیراهن خلاف به دست مراجعت یکتا کنیم و پشت عبادت دوتا کنیم. چند آید این خیال و ربد در سرای دل، تا که مقام دوست به دشمن رها کنیم. میبینید که این خیالات رو بذارید که را مقام دوست رو ندید به دشمن،
جایی که باید خدا در قلبتون باشه این جای خداست، ندید به دشمن. این همون حرفی بود که او پیرمرد به چیز گفت، شیخ ابو سعید گفت، گفتش که دور من بچرخ، چون که شیخ ابو سعید بود اشتباه نمی‌کنم، حالا ابو سعید و یکی دیگه بود، برای اون عارفی که میرفت به سوی مکه و بایزید بود، بایزید بسطامی، بایزید بسطامی. اون پیرمرد که دید، پیرمرد بهش که کجا داری میری؟ گفت دارم میرم مکه زیارت. گفت خیلی خوب، دور من یه هفت دور بچرخ و زیارت قبول. گفت آقا چطوری میشه؟ گفت برای اینکه قلب من جایی است که به اصطلاح به غیر از خدا هیچ کی توش نبوده، ولی تو اون خانه خیلی های دیگه غیر از خدا تو اون خانه رفت آمد کردن، ولی اینجا هیچ کی به غیر از خدا نبود. برای دور من بچرخ زیارت قبول پاشو بود. خیلی جالب این حرفی که میزنه. بعد اینم میگه که بله، میگه چون برترین مقام ملک دون قدر ماست، چندین به دست دیو زبونی چرا کنید. اینم اشاره به همون داستان سجده ملائک بر روی انسان. میگه بالاترین ملائک، حالا اون پنج ملک الهی باشن، میکائیل و اسرافیل و نمیدونم عزرائیل و کی و کی و کی، میگه همه اونا که دیگه بالاترین مقام ملکن، تازه دون شأن ما هستن، پایین تر از ما هستن اونا، یادتون باشه. و چرا به اسلام ما خودمون رو اینقدر پست کردیم که مولانا تو اون داستان چیز، داستان بگو مارگیر، میگه که ای وای آدم ها به کجا رسیدن که وقتی که خداوند آدم رو خلق کرد، همه جن و نمیدونم موجودات دیگه، ملائکه و چی و چی اومدن به تماشای آدم، حالا آدم به کجا رسیده که اومده مار تماشا کنه؟ خیلی بده. مقامتون رو دریابید، خودتون رو به اصطلاح ارزون نفروشید. دیگه سیم دغل خجالت و بدنامی آورد، خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنید. سیم دغل، سیم دغل یعنی چی؟ یعنی نقره قلابی مثلا، باعث خجالت میشه، بدنامیه. پشو بریم دنبال کیمیا، بریم گوهر درست کنیم. میگه که بستن قبا به خدمت سالار و شهریار، امیدوارتر که گناه در عبا کنیم. این خیلی نکته اجتماعی فوق‌العاده‌ای توش داره. میگه بستن قبا به خدمت سالار و شهریار، میگه این که تو بریم نوکره سالار و شهریار بشی، خب البته بده، میگه که خودتون رو در خدمت دنیا قرار ندید، در خدمت خدا قرار، ولی اشکال نداره اگر تو خودتو بدی در خدمت شهریار قرار بدی، این بهتر از اینه که گناه در عبا کنیم. این که تو ظاهر اسلامی و آخوندی بر خودت درست بکنی، تظاهر بکنی و بری توش گناه بکنی، میگه این بهتر از اینه که تو بری نوکر پادشاه بشی، همون برو نوکر پادشاهشو، بهتر از اینی که این کار انجام. من میگه که سعدی، سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرد، ما را وجود نیست بیا تا دعا کنی. دقت کردی؟ خطاب به خودش میگه، میگه سعدی اونایی که گدا هستن که خب میرن گدایی میکنن و میخوان یه چیزی رو که میخوان، منعم هم پول داره میره میخره اون چیزی رو که میخوان، ولی ما هیچ کدومی از اینا رو نداریم، نه اون روی گدایی رو داریم نه ثروت، پس بیا بریم دعا کنیم و از خداوند فضل او رو درخواست بکنیم. یا رب، اینم اینه دیگه، ببین دعاش هم آخرش هم میگه یا رب تو دست گیر که آلا و مغفرت در خورد توست و در خور ما هرچه ما کنیم. میگه ببین ما بیچاره ایم، ما ضعیفیم، زبونیم، صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چه مرغان حریص بی‌نوا، هر زمان پابسته دام نوییم، هر کدام گر باز و سیمرغ بشه. ما ضعیفیم، ما در حد خودمون عمل میکنیم، اما تو دست گیر زیرا که تو مغفرت داری، تو غفور هستی، تو بخشنده هستی و این بخشندگی در خورد توه، ما هم در خورد خودمون هر کاری که دستمون بر بیاد انجام بدیم، حالا لغزش هم طبیعتا همه ما داریم تو زندگی. خیلی خوب، این دیگه برای امشب من فکر میکنم دیگه حق سعدی رو انصافا ادا کردیم. خیلی ممنونم از اینکه تا
توجه داشتید، خیلی متشکرم. ببخشید اگر یه خود خستتونم کردم. حالا دیگه وقتشه که دیگه استفاده کنیم. به به آقای جدلی عزیز رو دارم میبینمشون با اون دست زیبایی که به زیر چونه گذاشتن همراه با خانوم. بفرمایید آقای جدلی چی برامو دارید امشب؟ خودتون آنمیوت کنید، خودتون آنمیوت کنید لطفا. با اجازه میخواستم آهنگ چیزو بزنم، گل سنگم. نه به خیلی هم قشنگه. برای دل تنگم میخواهید بزنید گل سنگم برای دل تنگم؟ هر دوش هست. بفرمید بفرمید. حالت آقای چیز جدلی بزرگوار در خودشون آماده میکنن برای به اصطلاح اجرای موسیقی. من بازی انانسی بکنم که حالا چون اسم جناب دکتر شفا رو من دیدم، عرض سلام دارم خدمتشون جناب دکتر شفا رو. من اون چیز رو لینک جلسه فردا ساعت 10:30 رو گذاشتم توی چت، احتمالا براتون اومده. نگاه کنید که اگه دوستانی که علاقه من بودن میتونن از اون طریق بیان و توی برنامه شرکت کنن. راجع به سده در شاهنامه و چیز صحبت خواهیم کرد فردا صد دمونیم. خب جناب جدلی آماده هستید؟ تو چت چیزی نیست. نیست؟ چرا گذاشتم من؟ تو چت؟ چرا اینا؟ من فرستادم برای آزیتا تو ایوریون. الان باز فرستادم. این نیامده به این بگید که من نگاه کنم مجدد. خب خیلی آقای جدلی آمده هستین شما؟ صدا میاد؟ بله بله. بسیار عالی، دستتون در نکنه. بسیار بسیار بازم دارید برامون جنبه؟ شب نه ندارید دیگه همین؟ خیلی خوب باشه، پس من هم عذیتتون نمیکنم. آماده بشین واسه جلسه آینده انشالله. بله بسیار مرسی، دست شما در نکنه. خب حالا به 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 این خانوم فریما و
برامون چیزی دارید بخونید؟ خانم فریم آماده هستید امشب؟ بله. بفهمید. سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی و عرض خسته نباشید خدمت جناب دکتر چایچی. تشکرم. عرض میکنم. من تصنیفی در بیات ترک از دستگاه شور میخونم و شعرش هم هست ادیب نیشابوری هست. واقعا خیلی تصنیف قدیمی هست. همچو فرهاد و بومد کوه و کنی پیشه ما ها کوه ما سینه ما ناخن ما تیشه ما بحر یک جوره منت ساری نکشی بحر یک جوره منت ساری نکشیم عشق ما باده ما دیده ما شیشه ما عشق ما باده ما دیده ما شیشه ما ماه من شاه من بیادمی ببرم بیای تاج سرم دل بیار بی وفای خیشتن دادم و دیدم سزای خیشتن زخم فرهاد و من از یک تیشه بود او به سر زد من به پای خیشتن هر که ننشیند به جای خیشتن افتد و بیند حبیبم سزای خیشتن افتد و بیند حبیبم سزای خیشتن عالی تشکر میکنم حسنتون درد نکنه فوق‌العاده بود عالی خیلی خیلی بذارید ببینم که جناب دکتر سهرابی تشریف دارن یا دکتر سهرابی بازم مثل که هستن اینجا مطمئن میبینم ایشون ویدیوشون خاموشه خب جناب فرهنگ شما نکته ای مطلبی چیزی واسه همون دارید بفرمایید استفاده کنیم شبت که سلام مجدد خدمت دوستان شما استفاده میکنم جناب دکتر از بیانات شما و اینکه ماشاءالله این تسلط دارید که از مولانا و از حافظ و از شاهنامه و از همه اینا رو دوست دارید شاهد مثال میارید خیلی هر چقدر که یه جای فرمودید که این مناجات میکنه و اسم خواجه عبدالله هم یه جای دیگه بردید من این دوتا رو میچسبونم به هم خواجه عبدالله به نظر من مبتکر شعر نو خواجه عبدالله هم. حالا میگن آقای نیمایوشیش خواهی نبی عقیده ایه میفرماید بار الله ها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم
نکند فرق به حالم چه بخوانی چه برانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی احبه عالی عالی و جامعه دران نجده بیدن من یه دقیقه دیگه هم بزنم دوستان بشم و جامعه درانی که تو اون غزل فرمودید آقای هوشنگ ابتهاج داره تقریبا این شعرم میدونیم اشعار آقای حالا شخصیتش جور دیگه از بالا به مردم نگاه میکنه کار ندارم آقای ابتهاج شاعر درجه یکیه بله میفرماید نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو میروند میدوند هان ای تو همیشه در میان بله پیش تو جامه در برم نعره زند که بردارم آمدمت که بنگرم گریه نمیدهد امان ای گل بوستان سرا از پس پرده ها درا بوی تو میکشد مرا وقت سحر به بوستان آه که میزند برون از سر و سینه موج خون من چه کنم که از درون دست تو میکشد کمان پیش وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم که از نفس تو دم به دم میشنویم بوی جان هرچه به گرد خیشتن مینگرم در این چمن آینه ضمیر من جز تو نمیدهد نشان چقدر عالی دستتون درد نکنه یه دو بیت دیگه اجازه بدید که من حالا که رفتم منبر دیگه یه ذره نه بفرمایید اونجا که فرمودید که خدمت حکام کردن خب زیاد جالب نیست بله بعد حافظم داره میفرماید که بر سر آنم که گرز دست برایت دست به کاری زرم که قصه سرایت بله. صحبت حکام البته همشو نمیخونم صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید جوی بو که براید بو که براید بله دقیقاً عالی مرسی دستتون درد نکنه فوق العاده خب من یه بار دیگه این چیزا رو فرستادم این لینک جلسه فردا رو جناب دکتر شفا تشریف دارید شما شنبه فردا شنبه جناب دکتر شفا خودتون آنمیوت کنید راجع به برنامه فردا اگر میخواید یه صحبتی بفرمایید بفرمایید لطفا خواهش میکنم فردا راجع به جشن سده و اینکه تأثیرش در فرهنگ ما چی بوده و چجور به غیر از اون که جشن هست خودش یه سیستم حفاظتی برای جلوگیری از بیماری روانی توی افسردگی زمستون هست که دور هم جمع میشن آتیش روشن میکنن آوازی میخونن از تنهایی در میان همدیگه رو ساپورت میکنن اینا خیلی مهمه از اون نظر و آقای دکتر چایشی لطف فرمودن قبول کردن که ما رو مستفیض بکنن فردا ساعت دهانی میکنیم من لینکشو گذاشتم توی چت نمیدونم دوستان تونستن ببینن یه بار دیگه نگاه کنید لطفاً توی چت ببینید تونستید ببینید من فرستادم برای ایوریوان مرکز زرتشتیان نه نه مرکز زرتشتیان نیست این به اصطلاح چیزه انجمن روانشناسان ایرانی مقیم آمریکا است اگه اشتباه نکنم جناب شفا درست پزشکان هستش من درماشتاز جز ما هستم و پزشکان یه نورولوژیست هم جز ما هست من لینک شا آقای دکتر دارم 999-612-64-77 درسته؟ حفظ نیستم به جز ببینم
اون لینک دیگه است. اون لینکی که واسه من فرستاد. زرتشتیان من دارم. نه نه مال زرتشتیان نیستی. فردا برنامه زرتشتیان نیست. فردا برنامه زرتشتیان فقط روزای شنبه اولین و سوم شنبه هر ماه. بله. بله. ولی این فردا دیگه فقط برای این مرکزی که آقای دکتر شفا رئیسش هستن به سلام شماره شو بگین بنویسیم الان توی چت نوشتن چندین من توی چت پیدا کنم میشه بگین شفا هم الان میتونی من دارم بسه با تو چت نوشتن بله بله میتینگ آیدیش اینجا هست یه عدد 52-83-87-29-460 ببینید میتینگ آیدی یه دونه لینک هم داره که رو کلیک بکنید یه راست میبردیتون روی 52-82-87-82-52-83-94-60 بله بله 72-52-83-94-60 حالا لینک شو من گذاشتم براتون نگاه کنید راحت 72-52-83-94-60 60 پسورد نداره؟ 872-52-83-94-60 بله درست خیلی ممنون بنویستم برای شنبه فردا دیگه فردا سنبه. فردا فردا شنبه ساعت 12:30 12:30 خب حالا ساعت 12 یا ساعت 12 ساعت 9:30 9:30 نوشتم ده کنی خب من حالا آقای دکتر سهرابی عزیز رو مخواستم پیداشون بکنم آقای دکتر سهرابی داشت دارید؟ بله من هستم خدمتون هستم گفتش که بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بکشا آیم به قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آدمی زهر کان چهره مشعشع تابان آرزوست یعقوبوار با اسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعان آرزوست حالا بخونم بقیهشم یا نه دیگه شما خیلی خیلی لطف میکنید لطف هر شود به خدمت آقای دکتر من دلم میخواد که الان ببینید در حدود 22 نفر شرکت کننده هم بله بله. من دلم میخواد از اینها شما من در آخرش یه غزلی چیزی بخونم اگر ممکن دیگران شرکت کنن شما ما هفته گذشته هم محروم شدیم از فیض وجود شما میخونم بعد از همه میخونم انشالله الان دیگه کسی نداری کسی هست که بخواد چیزی ما همه اونه که میخواستن چیزی بگن همه گفتن استاد علایی صحبت کردن آقای فرنگ صحبت کردن خانم فریما آوازشون رو خوندن نمیدونم دیگه من دیگه کسی دیگه خانم چیز رو نمیبینمشون اسمشون چیه؟ یادم رفت. برای اون شعر میخوندن. خانم خیلی خوب. بسیار خوب. خانم رفایی، خانم شهرزاد. بله، خانم رفایی. رفایی. خانم رفایی بله. امشب نه نیستن ظاهرا. نه نیستن مثلا. بله. محروم از حضورش. بفرمایید آقای. ارشاد آقا فرهنگ گفتن که ابتهاج از بالا به مردم نگاه میکنن. به نظر من این نظر اشتباهه. در شاعران معاصر بزرگترین و مشخصترین شاعری که از مردم و بین مردم و برای مردم نگاه میکنه و شعر میگه به ابتهاجه من شاعری غیر از بجز ایشون شاعری که این همه وابسته به مردم و در میان مردم باشه نمیشناسم خب یه غزلی بخونم براتون یه غزل عاشقان هوا رو عوض کنم بفهم قده از دست من افتاد و شکست ای ساقی این هم از پیری و از لرزش دست ای ساقی
آسمان گشت زد و گشت زد و آخر کار کمرم را به فراق تو شکسته ساقی. شش درم در همه عمرم و حتی یک بار تاس در طالع من خوش ننشسته ساقی. تو تفقد بکنی یا نکنی سینه من صدف گوهر یکتای تو هست ای ساقی. همراهانم همه هوشیار به منزل رفتند، چه کنی با من افتاده مست ای ساقی؟ از همون لحظه که بر جام زدی دست بلور، دلم از دست می و جام نرست ای ساقی. رنجش از دوست؟ نه، در مذهب یاغی کفر است، چه کنم با دل معشوق پرست ای ساقی. تمام، ممنون. بسیار عالی، بسیار عالی، دستتون درد نکنه. عالی بود، عالی بود، مرسی. خب من میخواستم آقای دکتر شوروی چیزی گفت، اگر فرصت بود حالا یا بعد جوریه متن کوچیکی بخونم در مورد. بسیار، حالا پس اجازه بدید من این چیزا رو بخونیم، دو تا غزل بخونیم، بعد در آخر جلسه من در خدمت با اجازت. خب دوستان اجازه میدید که من شرکت چیز کنم به اصطلاح ادامه بدم دیگه؟ خب میایم اینجا عرضم خدمت. وح وح، اومدیم سراغ مولانای بزرگوار. جناب آقای سالم هم تو جلسه هستن دیگه، میخواییم مولانا بخونیم، باید خیلی دست پای خودمون رو جمع کنیم وقتی که در حضور استاد سالم میخواییم مولانا بخونیم دیگه. آن مه که هست گردون گردان چی؟ آن مه که هست گردون گردان بیقرارش، وان جان که هست این جان و این عقل مستعارش. هر لحظه اختیاری تو، هر لحظه اختیاری نونو دهد به جانها، وین اختیارها را بشکسته اختیارش. خب یه بار دیگه بخونم، وزن شعر دستم بیاد. آن مه که هست گردون گردون بیقرارش، وان جان که هست این جان و وین عقل مستعارش. هر لحظه اختیاری نونو دهد به جانها، وین اختیارها را بشکست اختیارش. من جسم و جان ندانم، من این و آن ندانم، من در جهان ندانم جز چشم پرخمارش. آن روی همچو روزش، وان رنگ دلفروزش، وان لطف توبه سوزش، وان خلق چون بهارش. عشقش بلای توبه داده سزای توبه، آخر چه جای توبه با عشق توبه خارش. چون دوست و دشمن او هستند رهزن او، چون دوست و دشمن او هستند رهزن او، ماییم و دامن او بگرفته استوارش. از عشق جام و دورش شاید کشید جورش، چون گوش دوست داری میبوس گوشوارش. من حلقه های زلفش از عشق میشمارم، من حلقه های زلفش از عشق می شمارم، ورنه کجا رسد کس در حد و در شمارش. لطفش همی شمارم دل با دم شمرده، جانیش بخش آخر ای کشت زار زارش. بله. خب راجب به یه معشوقی داره صحبت میکنه، درسته؟ و توصیفاتی از اون معشوق میگه. آن مه که هست گردون گردان و بیقرارش، وان جان که هست این جان وین عقل مستعارش. این به اصطلاح مسنده، مسنده الهش هم بعدش میخواد بگه. میگه یه ماهی هست که گردون گردان بیقرار اوست، یعنی کل جهان هست به دنبال او داره میشرخه، و او جانیست که این جان و عقل مستعار اوست، یعنی به اصطلاح در گروه او قرار داره. هر لحظه اختیاری اون ماه چیکار داره میکنه؟ این کار میکنه. هر لحظه اختیاری نونو داد به جانها، وین اختیارها را بشکست اختیارش. او هستش که
به جانها اختیار میده، همون بحث به اصطلاح جبر و اختیار، او هستش که اختیار رو به جانها میده. وین اختیارها را بشکسته اختیارش، ضمناً همه اختیار رو هم خودش میشکونه. یعنی چی؟ یعنی هم جبر داره و هم اختیار داره. اوست که جبر و اختیار رو در اختیار میگذاره. من جسم و جان ندانم، من این آن ندانم، من در جهان ندارم، ندانم جز چشم پرخمارش. بگه من نه جسم دارم نه جان دارم، نه جسم رو میشناسم نه جان رو میشناسم، این آن رو هم نمیشناسم. چی رو میشناسم؟ فقط چشمان و خمار و او را میشناسم. یعنی چی؟ یعنی جناب مولانا در این جهان هستی که نگاه میکنه به جز چشمان و خمار خداوند چیزی را نمیبین. آن روی همچون روزش و رنگ دلفروزش، وان لطف توبه سوزش، وین خلق چون بهارش. حالا این معشوق رو چه ما خدا در نظر بگیریم که مولانا راجع به معشوق الهی زد، چه شمس رو در نظر بگیریم که توصیف شمس رو داره میکنه، هر دو مفهوم خودشون میرسونه. دیگه آن روی همچون روزش وان رنگ دلفروزه، خب یعنی راجع به زیباییشه. وان لطف توبه سوزش، لطفی داره که توبه رو نابود می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی خداوند انقدر ارحم و رحیمه که تو انقدر جرأت پیدا می‌کنی که توبه کنی و توبتو بشکنی به خاطر لطفی که او داره. دقت کردی چه عرض می‌کنم؟ آدم‌ها بالاخره بچه وقتی می‌بینه مادرش خیلی مهربونه، یه کار خطایی هم که میگه چشم دیگه این کار نمی‌کنه، ولی باز این کار انجام میده چون می‌دونه مادر باز می‌بخشتش. چه حالتی بود برام میگه آن روی همچون روزش وان رنگ دلفروزش، وان لطف توبه سوزش، وان خلق چون بهارش. اخلاق بهاری که داره باعث میشه که این حالت پیش بیاد. عشقش بلای توبه داده سزای توبه. میبینی میگه عشقش بلای توبه است دیگه، توبه رو نابود میکنه. آخر چه جای توبه با عشق توبه خارش. میبینی میگه اون نمیتونیم توبه کنیم، از بس که محبت داره توبه های ما رو از بین میبره. یعنی ما هی توبه میکنه توبه ما رو میشکن. میگه چون دوست و دشمن او هستن رهزن او، ماییم و دامن او بگرفته استوارش. میبینید میگه دوست و دشمنش رهزنش هستن. یعنی چی؟ اونجایی هم که میگه تو خود حجاب خودی سعدی از میان برخیز، که دوست و دشمنش راه او رو میبندن. یعنی حتی محبتش هم ممکنه حجاب بشه، حتی نور ممکنه حجاب چهره خداوند بشه. دقت کنید دیگه، چون دوست و دشمن او هستن رهزن او، ماییم و دامن او بگرفته استوارش. میگه ما فقط به دامن او چسبیدیم، ولم نمی کنیم و دیگه به دوست و دشمنش هم کار نداریم، فقط او رو چسبیدیم ول نمی کنیم. بعد میگه که از عشق و جام و دورش شاید کشید جورش، چون گوش دوست داری میبوس گوشوارش. میبینید میگه از عشق و جام و دورش شاید کشید جورش. عشق جامی که میده بهت و دوری که میزنه، ساقی جام رو گرفته می در داخل این جام میریزه و دور میزنه به سلام نوش کنندگان، جام رو تقسیم میکنه. میگه که این جامش و این گردشی که این جام میده اینقدر هیجان انگیزه، اینقدر جالبه که میارزه که جورش رو بکشی، دوش گری رنجش رو بکشی که به این جام برسی. چون گوش دوست داری میبوس گوشوارش. میگه حالا که گوشش رو دوست داری گوشوارش رو چکار کن؟ ببوس، برو دنبالش، برو بهش نزدیک شو. من حلقه های زلفش از عشق می شمارم، و نه کجا رسد که از در حد و در شمارش. میگه من چون عاشق هستم به این مرحله رسیدم که حلقه های زلف او رو میتونم شمارش کنم، وگرنه آدم معمولی که نمیتونه اصلا شمارش بکنه. میگن الطاف الهی اونقدر زیاده که قابل شمارش نیست. توی قرآن کریم هم اومده، توی اشعار شاعران هم اومده که اگر هفت آسمان چنان هفت دریا مرکب شوند و تمام جنگل ها هم بشه قلم، الطاف الهی و قدرت الهی و نعمات الهی قابل شمارش نیست و قابل نگارش نیست. اینه میگه.
لطفش همیشه مارم دل با آدمش برده جانیش بخش آخر ای کشت زار زارش. دیگه من با قلب خودم دارم به اصطلاح لطفش رو شمارش میکنم. بعد دعا میکنم دیگه خدایا این قلب زار زار کشته منو چیکار کن؟ بهش جان ببخش تا بتوانم این لطفایی تو رو همچنان شمارش کنم و هرها قدردان لطف تو باشم. خب اینم از این. میخوای یه دونه دیگه از مولانا بخونم؟ 1269 ببینم میرسیم. 1269 غزل بعدی هستش که بعد خونده بشه. به 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 چقدر قشنگ این میگه آینه‌ام من آینه‌ام من تا که بدیدم روی چو ماهش. چشم جهانم چشم جهانم تا که بدیدم چشم سیاهش. ببینید چرخ زمین شد چرخ زمین شد جنت مأوا راحت جانها تا که بر آمد تا که بر آمد بر کوه جودی خیل و سپاهش. پشت قوی شد پشت قوی شد اختر دولت عدل و عنایت چون نشود شه چون نشود شه آن که تو باشی پشت و پناهش. شور زمینی که از تو کشد او آب بهاری سبزتر آمد سبزتر آمد از همه جانها از همه جاها کشت و گیاهش. روی چماهد روی چماهد بس گرو دی با ماه و اختر گشت گروگان ماه و سما را زلف سیاهش. سلسله جنبان گشت برادر این دل مجنون چون بنشورد آن مجنون کش شد سر ماهش. دم مزن ای جان برخور کامد روز مبارک. کیست مبارک آن که ببیند همچو همز پگاهش. خب مفاهیم خیلی بلندی در این شعر هست حیف واقعا، ولی برای من یه در حد بضاعت و وقت فقط یه اشاره میکنم. میگه آینه من تا که بدیدم روی چماهش. میگه من وقتی روی ماه او را دیدم مانند آینه شدم. یعنی چی؟ یعنی بازتاب جلوه معشوق در چهره من و در قلب من بازتاب داره میکنه و به مردم میرسه. این سخنانی که مولانا داره میگه در واقع بازتاب چهره معشوقه که داره بیان میشه. چشم جهانم تا که بدیدم چشم سیاهش. میگه من حالا شدم چشم جهان، وقتی که چشمان سیاه او را دیدم من حالا خودم شدم چشم جهان. یعنی چی؟ یعنی چشم جهان بین پیدا کردم. توجه کردید؟ چشم جهان شدم. چرخ زمین شد جنت مأوا و راحت جانها تا که برآمد بر کوه جودی خیل و سیاهش سپاهش. اول کوه جودی و خیر و سپاه کنایه از کیه؟ کنایه از اون ماجرای بگو نوح و اینا هست که میگن وقتی که سیل آمد و همه موجودات از بین رفتن، حضرت نوح و اون تعدادی از یارانش که به سلام مؤمنین و واقعی بودن با یه باغ وحش موجودات اینا توی نجات پیدا کردن و اومدن و بر کوه جودی به سلام چیز اونها نشست، کشتی آنها نشست. میگه وقتی که لطف الهی بر کوه جودی نشست جهان به چرخش در اومد. جهان هستی به چرخش، یعنی دور زندگی از نو چی شد؟ آغاز شد. هم میگه پشت قوی شد اختر دولت عدل و عنایت چون نشود شد آن که تو باشی پشت و پناهش. ببین نوح با پشت پناهی خداوند بود که نجات پیدا کرد دیگه. خداوند بهش گفتش که یک کشتی بساز. جالبه که این کشتی نه سکان داشت نه بادبان داشت نه اساسا این میدونست کجا داره میره. میدونی این کاملا در اختیار خداوند بود. فقط این کشتی یه تیکه مثل
بوتی کبرید روی امواج این دریا و سیل در حال حرکت بود، نه کسی هدایتش میکرد، نه کسی میدونست اصلا به کجا داره میره. این فقط در پناه خدا میره. دیگه او که پشت پناهش تو بودی مرکز جهان جدید شد و حیات جدید در دنیا با وجود اومد. پس هرگاه که کسی به تو پشت پناه داره میتونه در جهان چی باشه؟ موفق باشه. شور زمینی که از تو کشد او، آب بهاری سبزتر آمد از همه جاها کشت گیاهش. دیگه یک زمین شوره که آب از تو دریافت میکنه، آب بهاری رو از تو دریافت میکنه، با وجود که ماها واقعا وجود اون شورزاره دیگه. ماها آدم های پاک منزعی نیستیم، خاک وجود ما خاک حاصلخیزی نیست. حالا من راجع به خودم راحتی صحبت میکنم، اشاره شما خوب هستید، من راجع به خودم برم صحبت. میگه اگر این وجود شورزار ما لطف آب بهاری خداوند رو دریافت بکنه از همه جا سرسبزتر میشه، ولو اینکه شورزاره. این نهایت لطف الهیه. روی چماحت روی چماحت بس گرو دی با مه و اختر، گشت گروگان ماه و سما را زلف سیاهش. دیگه روی چماه او با دیروز با ماه و ستاره چیکار کرد؟ به اصطلاح همبستگی پیدا کرد. وقتی که این اتفاق افتاد، ماه و سما یعنی کل جهان هستی در گروه او در آمد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما به خداوند وصل میشیم، در واقع مقام اون از جهان هستی، از این جهان خاکی بالاتر میره و به اصطلاح به سماوات میرسه. سلسله جنبان گشت برادر این دل مجنون، چون بنشورد آن مجنون کش شد سر ماهش. مولانا یه جای دیگه تو غزلیاتش میگه با سر ماه شد نوبت دیوانگیست. میگه من با سر هر ماه که میشه من دیوونه میشم، مولانا میگه، و وقتی هم که دیوونه میشم تا آخر ما دیوونه باقی میمونم. خیلی جالبه. بعد میگه که با سر ماه شد نوبت دیوانگیست، یعنی من همیشه دیوونم دیگه، یعنی همیشه از خود بی خودم. منظورش اینه، نه یاد دیوونه مثل همون مجنونی که به پیامبر میگفتنه. پس مربه میگه سلسله جنبان گشت برادر این دل مجنون، این دل دیوانه ای من سلسله جنبان شده. میدونی سلسله جنبان از کجا میاد؟ سلسله جنبان از اونجایی میاد که در زمان انوشیروان میگفتن که این جناب انوشیروان از اینقدر مثلا عادل بوده که از توی کاخ خودش یه تناب کشیده بود مثل یه زنگ در مثلا بیرون کاخ و به در اتاق خودش، که آدمایی که با پادشاه کار دارن دیگه از قراول و نمیدونم خدم و حشم نخوان عبور کنن رئیس دفتر رو اینا رو ببینن. اینو که میکشیدن مستقیما زنگ اتاق پادشاه به صدا در میاد، میگه مثلا بفرستیم بیا تو هر کسی که کار داره. در این حده میگه که این دل مجنون من، دل دیوان منم سلسله جنبان تو شده، یعنی من ارتباط با تو دارم از طریق اون ریسمان عشق الهی. پس میگه چون بنشورد آن مجنون کش شد سر به سال ماهش. من همون سر ماه که دیوونه میشم، این سلسله جنبان تو هم هست، یعنی من با تو ارتباط برقرار میکنم و دیوونه تو میشم. دم مزنه جان برخور کامد روز مبارک. کیست مبارک آن که ببیند همزه پگاهش. میگه امروز من روز مبارکیه واسه من، و به جان خودش خطاب میکنه، میگه حرف نزن، هیچی نگو، امروز روز مبارکه. برای چی؟ برای که از اول صبح روی معشوق رو دیدی، چون روی معشوق رو دیدی این روز تا آخر برای تو چیه؟ مبارکه. اول ما هم که شده دیوونه شدیم، پس دیگه هم دیوونه و هم مبارک. همینطور دیگه در اون عالم مستی این جناب مولانای ما داره سیر میکنه. خب خوبه دیگه.
اجازه میفرمایید؟ جونم در خدمت هستم جناب استاد، بفرمایید. کنم این مثل دوم این بیت: چشم جهانم، چشم جهانم، تا که بدیدم چشم سیاهش. او چشم جهانم، من خوندم چشم جهانم. یعنی دقت میکنم، کنایه از دقت کردنه. کسرا ندیم چشم جهانم، چشم جهانم، یعنی چشممو می جهانم، چشممو باز میکنم، باز دقت میکنم. منظور اینه. بسیار عالی بود، دست شما در نکن. خواهش میکنم. خیلی عالی بود، مرسی، خدا شما رو حفظ کنه. خیلی ممنون از لطف شما. خب بیا میجا، اما غزل جناب حافظ رو بخونم. غزل شماره 198 یا بزنم غزل شماره 192 بله درست دارم. دیگه گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند. گفتا به چشم هرچه تو گویی چنان کنند. یه بار دیگه: گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند. گفتا به چشم هرچه تو گویی چنان کنند. گفتم خراج مصر طلب می کند لبت. گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. گفتم به نقطه دهنت خود که برد را. گفت این حکایتی است که با نکته دان کنند. گفتم صنم پرست مشو، با صمد نشین. گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل. گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنند. گفتم شراب و خرمه نه آیین مذهب است. گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. گفتم زلعل نوش لبان پیر را چه سود. گفتم زلعل نوش لبان پیر را چه سود. گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. گفتم که خواجه کی به سر هجله می رود. گفتان زمان که مشتری و مه قران کنند. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است. گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنند. ببینید چقدر قشنگ. خب ظاهرا اینجور به نظر میاد که حافظ داره واسه ما نقل میکنه، قصه واسه ما میگه. چی داره میگه؟ میگه یعنی من داشتم با معشوقم صحبت میکردم، اینو گفتم، اون اینو به من جواب داد. پس در واقع اول شخص توی غزل جناب حافظ، دوم شخص ما هستیم که مخاطبش هستیم، و در واقع حافظ هم داره چیکار میکنه؟ خاطره واسه ما تعریف میکنه دیگه. میگه گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند. گفتا به چشم هرچه تو گویی چنان کنند. یه تلمیحی در اینجا وجود داره، میگه بهش گفتم، به معشوق گفتم که دهان و لبت ما را کی به کام میرسونن، بالاخره کی گیر ما میاد. اینم گفت چشم هرچه تو بگی همون کارو میکنن. حالا کنایه از این که آره جون خودت تو خیال کردی که همینطوری به این سادگیه، آره چشم هرچی شما بفرمایی هم رو میکنم. گفتم خراج مصر طلب میکند لبت. گفتا در این معامله کمتر زیان کند. میگه که بابا بهش کنم این لبتو خراج مصر رو از ما میخواد به ما برسه. اینم جواب داد بله، اتفاقا ضررم نمیکنی، اگرم خراج مصر رو بدی ضررم نکرد. خیلی جالبه. گفتم به نقطه یه دهنت خود که برد را. گفت این حیاتیست که با نکته دان کنن. خیلی جالبه این نکته، اصلا خودش نکته و نقطه، دقت کنید نقطه و نقطه رو در کنار هم قرار، هر دوش به معنی کوچکی و ریزی به قول معروف تداعی میگه دهانش، دهان معشوق رو انقدر زیبا بیان کرده که میگه مثل یه نقطه است دهانش از کوچکی. خیلی جالبه که معیارهای زیبایی در شرق و غرب متفاوته. توی غرب اینجا هنرپیشه های زنی که مثلا دهنهای گشاد دارن و
به عنوان زیبا میشناسن. خیلی جالبه، در حالی که توی شرق که ما هستیم مثلا یکی از زیبایی های زن یعنی که دهانش کوچیک باشه. دیگه ما بهش گفتم که کی به این دهان تنگ تو بالاخره میرسه؟ دیگه گفتش که بله البته اینو به هر کسی نمیشه گفت چجوری و کی به اینجا خواهد رسید، نکته دان باید باشی که برسید. گفتم سرم پرست نشو، با صمد نشین. گفتا به کوی عشق همینو همان کن. بعضی ها میگن که این بیت در واقع خطاب به قلب خودش این حرفو داره میزنه حافظ، که میگه که به قلبم گفتم که بت پرست نباش، من از اون معشوق زیبا رو داره میگه دیگه. میگه به قلبم گفتم که به اصطلاح بت پرست نباش، با صمد نشین، خدا پرست بشو. ولی گفت به کوی عشق همین و همان کنن. در کوی عشق هم دنبال معشوق زمینی میرن، هم به دنبال معشوق به اصطلاح آسمانی میرن. بعد میگه که گفتم هوای میکده غم میبر از دل، گفتا خوشان کسان که دلی شاد میکنه. این خیلی جالبه، میگه هوای میکده، گفتم خرابات میکده همیشه در بعد عرفانیش برای سعدی و حافظ اون محلی بوده که خانقاهی بوده که به اصطلاح میرفتن و اونجا عبادت میکردن و رقص سما میکردن و در مجاورت پیر مینشستن و غسل آزاد. دیگه که من گفتم که حالا هوای میکده غم از دل میبره، اونم گفتش که جواب دادش که خوشا خوش بالای کسانی که دلی رو شادمان میکنن. یعنی اونجا میری از شراب الهی میخوری و یا از شراب زمینی حالا میخوری و شادمان میشی. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است. بهش گفتم آقا شراب و خرقه تو آیین مذهب وجود نداره، یعنی چی اینجور در نمیاد؟ میگه گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنن. پیر مغان هستش که به اصطلاح خرقه و شراب میده. اون پیر مغان کیه؟ همون به اصطلاح چی میگم پیر مراد دیگه، پیر سالکه به قول معروف، یا پیر معلم. بعد میگه که گفتم زلال نوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسهی شکرینش جوان کنند. میگه ما که پیریم، ما به لب لعل نوش لبان چی گیر ما میان، ما دیگه در از ما گذشته مثلا یه همچین چیزی. میگه نه، با یه بوسهی شیرین جوانت میکنند اونجا اگه بریم. گفتم که خواجه کی به سر هجده می رود؟ گفت آن زمان که مشتری و مه قرام کنند. مشتری ستاره، مشتری ماه هم که ماه هم. میگه اگر ماه و مشتری در صور فلکی در کنار هم قرار بگیره که خیلی هم به ندرت این اتفاق میفته، اون موقع هستش که خواجه به حرمسرا میره، به سر هجده میره، یعنی وصول یا حصول و حضور اتفاق میفته. گفتم دعا و یویت او ورد حافظ است، گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنند. حالا این دعای دولت او، دولت او یعنی خوشبختی او دیگه، نه؟ حالا اینجا بعضی میگن که این شاید مثلا راجب یکی از بزرگان این بیت رو گفته یا راجب معشوقش گفته، حالا هر کدوم رو میشه استنباط کنم. میگم این از اون شعرهاییست که هم میشه استنباط زمینی از شعر کرد، همیشه استنباط آسمانی کرد. اینجا میگه گفتم دعای دولت او ورد حافظ است، گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنند. گفتم که ما همش داریم که برای خوشبختی او دعا میکنیم. میگه بی زحمت این تو نیستی، هفت آسمان هم دارن برای اون معشوق چیکار میکنن؟ دعا. خیلی من فکر میکنم که دیگه همینجا کفایت بکنه. این رومی های بند خدا میخوان برن خونه هاشون، گناه دارن، دیرشون هم میشه، حالا زومی ها تو خونه هاشون نشستن. قربانشون، مرسی، بفهمید. خب دوستان عزیز، ببینم که نکته یه مطلبی، جناب فرهنگ بزرگوار در خدمتون هستم، بفرمایید اون مطلبی که میخواستید که بعدم دیگه خداحافظی کنیم. دوستان در خدمتون هستم. حافظ میفرماید ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر،
آری شود ولی که به خون جگر شود. به یه بیت میرسه که بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. بله بله. اصلا من راجع به من اولا عرض کردم که اشعار آقای ابتهاج که خدا عمرش رو طولانی کنه، یک ماه دیگه 95 سالش میشه، کم نظیره. ولی خب شخصیتی داره که ما حالا کاری به هنرش نداریم. دو سه مثال من میزنم. ویدئویی هست که میگه رفتم به دیدن آقای شهریار. استاد شهریار ما همه براش احترام قائلیم. بله. رفتم به دیدن شهریار، این مصرع خوندم، یه چیزی خوندم، او گفت اینو این مصرع بده من روش کار کنم و اونو کرد یک غزل. کاش بقیه غزلم به قوت مصرع اول بود. این ویدئوش هست. آه. یا دو نفر در همین سنحوزه کتاباشونو، شاعرای خوبی هم هستن، کتاباشونو میدن دست ایشون که یک نگاه بکنه، به یه نظری بده، یه دو سه تا ورق میزنه. من نمونه های زیادی دیدم ها. و بعد دست میماله به کاغذ، میگه کاغذ اعلایی داره و کتاب رو میذاره اون بر. این هست. و بعد مورد دیگه هست که الان من امروز یا دیروز دوم بهمن بود که زادروز چیزه آقای عارف قزوینی. عارف قزوینی، بله بله بله، به مناسبت دوم بهمن سالروز درگذشت عارف قزوینی، تصنیف ساز و شاعر ملی و میهنی، بخشی از سخنان استاد هوشنگ ابتهاج در مورد او برگرفته از کتاب پیر پرنیان اندیش، صفحه 628 و 629 بله. که مصاحبه کننده به نام آقای عظیمی از او میپرسه که میپرسه که ایرج میرزا میگفت به عارف که تو شاعر نیستی، تصنیف سازی، به نظر شما شعر و غزل عارف چطوره؟ از آقای ابتهاج میپرسه. این آقای قزوینی، منظور تو عارف قزوینی ها؟ عارف قزوینی بله. آقای عظیمی، عظیمی نامیه که داره مصاحبه کننده است، میگه نظر شما راجع به عارف قزوینی چیه آقای سایه؟ و سایه جواب میده یه چیزی پایین، متوسط، زبان شعرش کج کوله است، اما ایرج هم بی انصافی کرده در مورد و ادامه میده. به هر حال من به اشعارش عرض کردم واقعا کم نظیره. تا وقتی ما امضای سایه را زیرش نمیبینیم فکر میکنیم این مثنوی مال مولاناست، این غزل مال حافظه. بسیار شاید تو صد سال اخیر ما کمتر داشتیم شاعری مثل او. من هم به آقای دکتر سهرابی ارادت دارم، غزلیات جالبش، و هم به آقای سایه، ولی این هست در حاشیه کارش. عوض میخوام. بسیار دستتون درد نکنید. بله، اجازه بفرمایید آقای دکتر. بفرمایید. عرض شود که قضاوت کردن به یک مورد یا دو مورد اصلا کار غلطیه، کار درستی نیست. در صد ساله اخیر در هنرمندهای معاصر ایران ما سه نفر داریم که از مردمی تر از اینها، با مردم تر از اینها و برای مردم تر از اینها ما نداریم. آقای شفیع کدکنیه، آقای شجریانه و آقای سایه است. من روزهای سه‌شنبه وقتی که تهران میرم، میرم دانشکده ادبیات ساعت 12 تا 1. شنوندگان، شنونده ها، دانشجوهای آقای دکتر شفیعی، نه فقط اتاق سالنش، کریدورها پر میشن که گوش کنن. این آقای شفیعی. شجریان وقتی میاد امریکا، میاد اینجا، جایی که میده کنفرانسایی که میده، کنسرتایی که میده، همه میدونید که سوزن بندازی جانیست. کنفرانس هایی که آقای سایه میده، گوینده شعر گالیاست. اصلا وقتی که شما سوزن بندازی آدم نیست. این سه نفر از مردمن، با مردمن و برای مردمن. هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه. و به نظر من این خیلی بی‌انصافیه در مورد این سه نفر. من شنیدم زیاد شجریانم بد میگن، از نمیدونم شفیعی هم بد میگن.
ولی خیلی بی انصافیه در مورد این سه نفر و مخصوصا سایه آدم اینطور قضاوت بکنه. ممنون، ببخشید. البته آقای فرهنگ هم چیزی نگفتن، ایشون هم میگن که فقط در این یکی دو مورد رو ایشون هم اشاره کردن که یک دو مورد دلیل هیچی نمیشه. حالا دیگه من به سه موردش اشاره کردم جناب سورابی، سه مورد هم هیچی نمیشه آقای شما نمیشناسید، در اصلا زندگی شخصی سایه رو نمیدونه شما نمیشناسید. من ارتباط نزدیک باش با این سه نفر داشتم، میشناسمشون. از اینها مردمی تر، از این سه نفر مردمی تر ما نداریم اصلا. به نظر من باید اینا رو باید بالا آورد. ایشون به دعوی پیغمبری نکرده که بخواهیم بگیم که معصومه. بالاخره هر آدمی ممکنه یه مقدار تشیز شیش خورده هم پیدا بکنه. و هم میفرمد نمیشه با یه دست شست و بودش کنار. انسان ها چیزای مختلف دارن دیگه، زوایای به اصطلاح روحی و فرهنگی متفاوت دارن. شاید هم منظورش ایشون از دیدگاه تخصصی مثلا شعر مثلا اون شاعران رو خیلی قوی ندیده. به قول خودتون آقای جناب فرهنگ میفرمایید که خودش وقتی شعر میگه آدم از شعر مولانا و حافظ نمیتونه تشکیل بده، یعنی اینقدر قویه که نمیتونه. والا شاید واقعا اون شعرهایی هم که دادن درسش نگاه کرده، ما که نمیدونیم، من که خبر ندارم، شاید واقعا اینقدر ضعیف بوده که این بنده خدا مثلا گفته آقا این شعرها ضعیفه دیگه. حالا نگفته شعر به درده، گفته کاغذ خوبیه، ولی منظورش میگه شعر زیاد جالبه. ولی به هر حال حالا دیگه من به قول جناب سهرابی خوبه که ما قضاوت نکنیم. قضاوت رو به هر حال جامعه و تاریخ راجع به انسان‌ها و شخصیتشون و اعمال و افکارشون خواهد کرد. به هر حال من از حضور کسی یه نظری داره؟ بله؟ کسی یه نظری داره؟ بله هر کسی داره. خودشون محترمه. بسیار، من از حضورشون بسیار بسیار تشکر میکنم. ببخشید چون ما اینجا باید مرکز رو ترک بکنیم و این مسئولیش بنده های خدا بعد اینجا رو ببندن و برن. من اجازه میخوام که حضورتون خدا بیدیم تشکر میکنم. از حضورتون بسیار لذت بردم و انشالله هفته آینده در خدمتون هستیم. فردا هم که فردا در نیم شو جشن سرود. مرسی متشکرم. مرسی، موفق و معید باشید. شب بخیر. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.